تراسی والان باشه مرسای لد یعقوب، کارهایی که مجاز در حلم و ات، با وجودی که آسوره که مثلا داروهای گیاهی رو آسیابش کنن، باون بکوبن نرم بشه برای نیاز بیمار، بیماری که خطر جونی نداره در شباد یا یومتو، در حلم و ات مجازه که انجام بدن هر کاری رو برای نیاز درمانی، حتی برای بیماری که خطر جونی نداره. و لازم نیست که بگیم که مجازه که بنوشه حالا دمکرده ها، جوشیدنی ها رو، داروها رو در مقابل دردی که داره، و حتی اگر بیماری شدید هم نیست که حالا راه میره فعالیت میکنه مثل آدم سالم، اما بخشی عوضی از بدنش دردمنده، مجازه که در ایام حلم‌وعید کار درمانیش رو انجام بده. داوار ها آوید، موردی که اگر انسان اون رو انجام نده در ایام حلم‌وعید از اصل سرمایهش ضرر میکنه، مجازه که انجام بده اون رو در حلم‌وعید بدونش کنه تغییری، و به شرطی که زحمت چندانی در انجامش نباشه، و حتی اگر ضرر هم مختصر هست میشه سبک گره، و حتی اگه شک داره که این منجر به ضرر خواهد شد یا نخواهد شد، مجاز که انجام بده اون رو در حلم بود. و اگر کالاییست که الان بازارش هست قیمت مناسب میخرن، اما اگه مثلا بره تا بعد از حلم بود فصل عوض میشه، مثلا تو حلم بود پسه هست لباسه هنوز زمستونه تا یه حدی فروش میره، دیگه بعد از حلم‌وعید دیگه چندان فروش نمیره، اینا یک سال میمونه دیگه مدش عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، قیمت تنزل پیدا میکنه، حتی اگه شک داره که قیمت پایین بیاد یا نیاد، مجازه که اون کارو و یا فروش رو در روز ایام حلم‌وعید انجام بده. جایی که مثلا کپسول گاز هست که میخواد کپسول گاز رو تعویض بکنه، حتی اگه کار استادکاری و فلان هست، باز وقتی که نیاز هست مجازه که در ایام حلم‌وعید انجام بده. مورد دیگه شستشوی لباس هست در ایام حلم‌وعید، آسوره که شستشو بده به صورت کلی لباس ها رو در ایام حلم‌وعید، حتی برای نیاز موعد، و دلیلش بخاطر که گزرا کردن خامیم، مبادا لباس ها رو قبل از موعد نشوره و بیاد وارد بشه به موعد در حالی که لباساش آلوده است، یه گزرای کلی کردم. و کسی که فقط مثلا یه لباس بیشتر نداره، یه روپوش فقط داره، یه پیرهن داره، مجازه که در ایام حلم‌وعید اون رو شستشو بده، حتی اگر قبل از موعد عمدن هم اون رو نشسته بوده، چون هم یه دونه بیشتر نداره، مجازه که اون رو شستشو در ایام حلم‌وعید. اما خداشو امروزه که مثلا هر کسی می‌بینی چندین تا پیرهن داره، چندین تا شلوار داره، فلان داره، این که بگه حالا همون شلواری که کثیف شده رو من می‌خوام، مجاز نیست که اونو بشه از شلوارا یا پیرهنای دیگه استفاده بکنه، مجازه که چسوشو بدن حولایی که دست و صورتو باش خوش می‌کنن، که خب اینا یا حولی که سر سفره هست اینا مدام کثیف میشه، و معمولا چند تایی هم که باشه برای ایام حلم‌وعید چندی روز هست، و یومتوبی که بعد از روز بعد از اون هست مورد نیاز واقع میشه. همینطور دستمالایی که حالا امروز بیشتر دستمال کاغذی استفاده میشه دور انداخته میشه، اما قدیم حالا دستمال صورت بوده، دستمال بوده عرق میکرده خوش میکرده یا دستشو تمیز میکرده، اون هم چون مکرر کثیف میشه، مجازه که در ایام حلم‌وعید اون چیزی که نیاز موعد هست شستشو بده. همینطور در مورد ملافه، روکش بالش، و به خصوص تو محلایی که مثل بیمارستان هست که هر روز ملافه ها، روکش ها اینا تعویض میشه از جنب بهداشتی، یا توی هتل هست کسی که اونجا تو هتل اومده امروز یه کسی هست فردا فرد دیگه یه هست، خب اینا نیاز هست تعویض بشه، همه این موارد میشه سبک گرفت، چون که تو ایام عادی هم همین کار انجام میدن، و صد البته روپوش پزشکا یا کاد درمانی که مجازه که در ایام حلم‌وعید که ضرورت داره اونها رو شستشو بدن. خانمای حامله که مثلا جوراب واریس میپوشن، معمولی است که مثلا چندین سری جوراب واریس داشته باشه، یه دونه داره اون میپوشه هر وقت کثیف شد میشورتش، اگر براش امکان پذیره که
یه زاپاس بخره قبل از موعد خفه با، ولی اگر نه و در ایام موعد کثیف شده مجاز که اون رو شستشو بده. و همینطور خانمی که در طی ایام افروز پاکی هست که از ملافه سفید تمیز استفاده میکنه، لباس های زیر تمیز و نیاز داره که حالا مثلا هر روز تعویض بکنه یا میخواد نیاز پیدا کرده برای ایام موعد، اون چیزی که مورد نیاز موعد هست مجازه که در ایام حول موعد شستشو بده. همینطور لباس های بچه های کوچیک زیر 2-3 سال که مدام روزی 2-3 دست چند دست لباساشون رو کثیف میکنه، یه زمین خاک خودشو میکشه یا نمیدونم غذاشو روش میریزه، معذالک اگر اونا رو با دست میخواد بشوره بعد یه دونه که ضروریه بشوره، اما اگه با ماشین میشوره با ماشین لباسشو میتونه، حالا چون مدام بچه لباسشو کثیف میکنه یا حالت که بچه رو کنه میکنن، قدیم حالا کنه سازشو کنه ها رو میشوستن، امروزه دیگه باز پمپر شده دیگه دور میدازن، اونا هست میتونه با ماشین یه دفعه اون چیزی که برای ایام موعد نیاز هست شستشو بده. بچه کوچیکم معمولا تا زیر سن 2-3 سال میگیریم که مدام کثیف میکنه. امروزه باز چون که افراد بسیار هستن که معمول هست که مثلا زیر پیرنشو هر روز یا نهایتا 2 روز یه بار تعویضش میکنه، به خود جایی که هوا گرمه عرق میکنه، حالا 4-5 تا زیر پیرن هم داشته باشه ممکن نیاز پیدا بکنه، اون چیزی که نیاز ضروری هست مجازه که در ایام حول موعد شستشو بده. یا اگه حالا داره ماشین برای بچه ها روشن میکنه، اون زیر پیرن هایی هم که ضروری برای خودش هست داخل ماشین لباسشویی قرار بده. اما این نیست که بگیم حالا چون ماشین لباسشویی داره روشن میشه لباس هایی میشوره، لباس هایی هم که مورد نیاز موعد نیست داخل ماشین قرار بده که یه دفعه بشوره، اون چیزی که ضرورت موعد هست مجازه که شستشو بده. اگر تا ایام علمای داره یه لکه رو لباسش افتاده، لکه بمونه ممکنه چربی باشه نفوذ بکنه دیگه بعدا خوب تمیز نمیشه، مجاز که همون قسمت رو شستشو بده تمیزش بکنه و این در زمره شستن کل لباس محسوب نمیشه. کسی که از زندان آزاد میشه یا اسیر بوده آزاد میشه یا مسافرت دوردستی بوده که در محل آبادی نبوده که امکان باشه که اونجا لباسش شستشو بده، مجازه که لباساش رو اگر ضرورت داره و برای موعد نیاز داره حتی توسط فرد یهودی براش شسته بشه. این فرد یهودی است که حالا به خاطر اون موز نمیگیره، مثلا افراد خانواده‌اش هستن، مگر اون که فرد یهودی آنی هست که برای هزینه‌های موعدش به پول نیاز داره که مجازه که اونجا بشودن لباسا رو بشوره و هزینه‌اش هم بهش بپردازن. کسی که داخل آب افتاده، داشت از جوبی چیزی میپرید افتاد جوب، همه لباساش خیس شده، مجازه که اون لباسا رو تو آفتاب هم بکنه که خوش بشه و این جنبه ایسول از جنبه معرفتی که بگن لباسا رو شسته نداره. مجازه که لباسا رو در ایام غلامباید اتو بکشه، این هم ممنوعیتی نیست، کاملا واضحه که مجازه که لباسا رو مثلا تکون بده از گرد و خاکی که روش هست یا بروس بزنه، بروسی که مخصوص اون هاست، اینا ممنوعیت نداره. همینطور مجازه که واکس بزنه کفشش رو در ایام حول موعد وقتی که ضرورت داره برای موعد خواهد کفشش تمیز و براق باشه، جای سختگیری نداره. دست و گذاستان از ما که مجاز میگیریم که میخواد حالا کف اتاق چاش پس خونش سرامیک آب بزنه ته بکشه در ایام حول موعد ممنوعیتی نداره، چون موقع مسلمت ضرورت داره که این کار انجام میده. مجازه که لابی به حول موعد مجازه که اگه لباسی رو از قبل از موعد سفارش داده بوده براش بدوزن یا لباسش داده بوده خوشویی بره در ایام حول موعد تحویل بگیره و باز جمعی از جمعی مرتعین و ممنوعیتی توی این مورد نداره. اما اگه لباسی که حالا داده برای تعمیر یا هر کاری ضرورت برای موعد نداره بذاره بعد از علمای تعلیم بگیره. و نکته آخر، امروزه مجازه که سطح زبالش رو از خونه بیرون بذاره در ایام علمای، چون که معموله که هر روز یکی دو روز بار به حاضر که فضای خونه بو نگیره اون کیسه زباله رو بیرون میذارن. و حتی اگه مثلا کیسه جا داره، چیزی که روال معمولش هست که در ایام عادی هم این کار انجام میداده، در ایام حول موعد هم میتونه به همین شکل
رفتار بکنه و مجاز برای رفتگرهای شهرداری که کوچه خیابونها رو حالا و سطح زباله که توی خیابون هست رو تمیز بکنن، تخلیه بکنن، که این جز ضرورت نیاز جمعی محسوب میشه و مجاز در ایام هول موعد.